برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. قرآن به زبان پولار که به نام فولانی نیز شناخته می شود، از سوی انجمن خانه اسلام و مرکز مطالعات و ترجمه گینه ترجمه شده است. این دو مرکز به مدت چهار سال روی این پروژه کار کردند. گویشوران زبان پولار در سنگال، موریتانی، گامبیا و غرب مالی زندگی می کنند. صدها نفر از اعتراض کنندگان در ایالت هاریانا واقع در شمال هند، پلیس هاریانا را به سهل‌انگاری متهم کرده و خواستار بازداشت قاتلان دو مرد مسلمان از راجستان شدند. ناصر و جنید که هر دو ساکن روستای گاتیماکای راجستان بودند، در 15 فوریه توسط نگهبانان گاو روبوده شدند و روز بعد اجساد آنها در یک ماشین سوخته در هاریانا پیدا شد. خانواده های آنها در شکایت خود به پلیس نام 5 مرد را که گفته می شود با یک زورگوی محلی مرتبط بودند معرفی کرده بود. منابع رسانه‌ای و محلی عراق از افتتاح 17 نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر مقدس کربلا در حاشیه جشنواره ربیع الشهاده با حضور 145 انتشارات از کشورهای مختلف جهان خبر داد. در همین راستا قیس الدباغ مدیر نمایشگاه بین‌المللی طی اظهاراتی ضمن اعلام خبر گفت این 145 انتشارات از 12 کشور مختلف در جهان هستند و صدها عنوان کتاب جدید از تولیدات خود را به این نمایشگاه آورده و عرضه کردند. موضوعات کتب عرضه شده در نمایشگاه بسیار متنوع است، از کتب دینی تا آکادمیک گرفته و دیگر موضوعاتی که مناسب سنین مختلف از کودکان گرفته تا جوانان و بزرگسالان می باشد.